سلام، برنامه تحول. ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. بعد از بنبست قطعی روند صلح دوحه، دکتر خلیلزاد با یک بسته جدید برای بیرون رفت وضعیت بحرانی سیاست و امنیت در افغانستان وارد کابل شد و با جریان مختلف سیاسی دیدارهای داشت. این دیدار با رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و آقای غنی هم صورت گرفت و یک ساختار ذهنی تازه برای مردم پیدا شد که بالاخره از یک مسیر تازه که آدرسش انقره خواهد بود، بحث صلح افغانستان به یک نتیجه رسانده شود. اما ریخت و پاش های زیاد سیاسی هم در درون وجود دارد که میتونه صد راه پیشرفت ای بسته پیشنهادی آقای خلیلزاد که غالبا خیلی عجولانه خوانده میشه باشه و نهایتا فصل گرما یا فصل جنگ هم تهدیدات خیلی جدی را برای گسترش دامن جنگ در افغانستان در آسان تداعی میکنه. مسیری را که آقای خلیلزاد پیش روی داره با چالش هایی که از بود حکومت تصور میشه به کجا خواهد رفت و نهایتا طالبات تا چی میزانه بر مجموعی ای پیشرت هایی که حداقل به عنوان یک کانسپت یا به عنوان یک خامه در این طرح پیش بینی شده موافقت خواهد کردن که اساسات نظام جمهوری یا نظامی که در حقوق بشر و آزادی رسانه ها و قاعده هایی باشه که ظاهرا طالبا با او سر سازش ممکن نداشته باشه. آیا طالبا با این وضعیت وفقات کردن یا نه و نهایتا روی کرده کابل در قبال این وضعیت چقدر منسجم و امن خواهد بود؟ محور بحث ما با جناب استاد عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان. خوش آمدید میگم. تشکر. پرشون خواست، شما با آقای غنی دیدین در این سفردان با کابل یا نه؟ نه خیر، تا هنوز ما تقاضا نکردیم، با رئیس جمهور ملاقات نکردیم. با حمدالله محب ملاقات داشتیم. بله، با آقای محب ملاقات داشتیم. چی بود محور ملاقات شما؟ خب مورد دوستانه بود در پولیش، همین مسئله امنیتی سال و خصوصا اجماع ملی، اجماع سیاسی که یک توافق دیدگاه و توافق سیاسی در بین همه باشه. فکر میکنین که این دید دوستانه تانستان شما را از نظر اختلاف ذهنی با هم نزدیک کنه یا نه؟ خب برای ما مصلحت حفظ سلامت نظام و تقویه پروسه صلح است و اگر نه مشکل زیاد داریم. بله، شما از قدرت سیاسی خلع شدین به قول مردم و حداقل وزیر ساعت برکنار شد. چیزی هست در این ساختار است شما در ساختار سیاسی؟ در قدرت سیاسی هستیم چون ما موقف سیاسی داریم و ریشه در متن مردم ما پایگاه و جایگاه داریم. یک وزارت فقط گرفتن. چیز ساختار مشخص دیگه هم هست در نظام از شما؟ بله، ما کسی دیگر هم معرفی کرده بودم، توافق کرده بودیم. گرفتن نامش خوب نیست و در توافق ما چیزهای زیادی دیگه هم هست که در حال عمل شدن بود که حال همیشه ما استاد کردیم. شما با جنرال دوستم هم ملاقات داشتین، استاد محمد محقق، و این ملاقات های پی در پی از فضای تازه ساخته شده است. فکر میکنین که سر سازش با آقای غنی هم ممکن باشه اگر بار دیگه از شما تقاضا شوه در ساختار نظام بیاین، شما قبول خواهد کردید؟ چون ما طرفدار و علاقمند کشوگیر و جنجال نیستم. اگر رئیس جمهور بدانه که اجماع ملی و متحد بودن سیاسیون، جمع بودن در یک میز و در قدرت سیاسی، حضورشان در قدرت سیاسی در تصمیم گیری های استراتژیک بخیر است، ما خود مشکل ندارم، بلکه علاقه داریم و استقبال میکنیم. میتونین بپیوندین با شما؟ یک مورد. مورد دوم، ما فاصله ایجاد نکردیم، ما مشکل حل نکردیم. به یک شکل ناگهانی یک کاندیدی که ما معرفی کرده بودیم با وزارت، با شیوه بسیار بد با توپ و تفنگ از وزارت بیرون شد. آنم یک کادری که نه سابقه سلا برداشتن داره و نم فعلا با سلا سر و کار داشت، حتی در جریان سیاسی و قدر زیاد دخیل نبود. یک کادر بود که 20 سال سابقه کاری داشت و جوان تحصیل کرده بود و سابقش خوشنام بود. ما بودیم یک کس معرفی کرده بودیم، او جز چپن سفیدی هم مسلکا و دکترا شده که چیزی را با خود نداشت، ولی به شیوه بسیار بد اونا از وزارت بیرون شدن که این توهین به یک جریان هم بود، توهین برای یک قوم هم بود. ما وقتی که وحدت ملی میگیم، وحدت ملی به معنی نیست که باز کسی بخزه کسی دیگه را توهین بکنه
و او برای دیگران قابل تحمل بوده باشه. به مخاطر بود ما با یک واجه ختم کردیم. گرچه من میخواستم مشکل خلق بکنم. دیدم که خلق کردن مشکل به وضعی که به نفع کشور نیست، به خیر حکومت و نظام نیست. چی مشکله؟ و آسیب دیگران میگیره. چی مشکله؟ بحران خلق میشد. بحران به خیر نبود. ما گفتیم توجه را متمرکز بسازیم بیشتر بر سال و بیرون رفت کشور از این وضعیت به یک حالت بهتر و خوب که بر وفق مراد مردم بده باشه. و اطرافیا و همکارای من توصیهشان برای من بود که کش نکنم. باز ما از این گذاشتم و یک جمله خاتمه دادیم، گفتیم اگر ما یک وزارت را دست دادیم، رئیس جمهور یک متحد سیاسی اگر تظاهر نشه قدرتمند خود را دست دادن. احتمال برگشت شما با در آقای غنی تصور میشه در افکار ما؟ فکر میکنین که با مجموعی چالش‌هایی که شما قصه کردین دوباره برید؟ هیچ بازی ها به شکلی نیست که تا آخر جنگ پیش بره، تا آخر مخالفت پیش بره. در میدان سیاست بازی ها منافع است، منافع ملی مطرح است، منافع جریان سیاسی مطرح است، ارزش های مردمی مطرح است، فرهنگ حوزهش مطرح است، همه چیز منافع است. حضور در قدرت و ثروت مطرح است. در صورتی که این مشکل حل شوه، موردی را که ما مطرح کردیم و بین ما مطرح است، اگرچه به ما گفته شد که من یک وزیر معرفی بکنم، ما گفتم وزارت در اختیارتان است، خودتان معرفی بکنید، مهم نیست که من یک وزیر معرفی بکنم، ولی شرایط داشتم که اگر این شرایط عملی می شده باشه، به یک معیار و به یک ارزش تعهد وجود می داشته باشه و احترام به او ارزش صورت می گیره، ما بله حاضر هستیم که دور یک میز بازم باشیم. بعد از انتقادتان از میثاق امنیتی استاد، یک مقدار تهدیدات باز کردن دوسیه های زخیم ایرتان و غصب زمین مطرح شد. چیز هست؟ یک حرفای واهی، دروغ، بی اسناد، بی بنیاد بود. من یک کسی هستم که در میان کسانی که در حکومت کار کرده و جایگاه سیاسی در حزب خود داره، این شعار گفتم میتونم که پاکترین و دستم پاکیزه ترین در بین پاکیزه ترین ها هست. به دلیلی که دو رئیس جمهور هر دو شایعات است، هم رئیس جمهور کرزی هم رئیس جمهور غنی، چیزی که وزیرها در از میان اینا در کابینه اینا گذاشته، یکیش بگه که ما یک رئیس گمرک پیشنهاد داده باشم، یک رئیس ترانسپورت، یک رئیس بانک، یک مستوفیر، یک رئیس کود و برق، فابریکات و کود و برق، جای پول میاز گذاشتم که خودی عالی جنابا رئیس جمهورها وزیرها پیشنهاد کنه، رئیس جمهورها منظور بکنه. منظور این بود که در جایی که درآمد داره، پول آور است، چشمه عایداتی است، ما هیچ نوع کاندید نباید. چرا با پیش کشیده شد فکر میکنین؟ چی رقم از جانب آقای صالح در واکنش؟ یک عقده شخصی بود. اگر نه امو دوسیه زخیم که میگه، هم رقم دوسیه زخیم خود آقا پشیم است، در این رابطه زیاد بحث نمیکنیم. چرا فعلا موزیگیری علیه هم دیگر نداریم. در حیرتان اعتبارتان بگویم در تمامی بنادر افغانستان حیرتان پاکترین است. شاید مامورین امی رئیسایی که خود حکومت این میگن، رئیس گمرک، چند سناتور، رئیس چند سناتور دستگیر شد به اتهام گرفتن رشوه بدن، مرز میکنم که امیر رئیس گمرک و امیر رئیس مواد نفتی و رئیس چی و چی و رئیس افسوتر و همه اینا را از این مرکز تعیین میشه. ما تعیین نکردیم در گذشتم و حالا هم والی صاحبه تعیین نمیکنم. بان هم من میگم پاکترین گمرک ها بلخ است، به دلیلی که خطر دریا و روی خشکی کلش در یک محدوده است که زیر فوکس تمامی ارگان هاست. شاید کمترین فساد در اونجا بوده باشه. باز من خود مداخله ندارم که به من نسبت بس میثاق امنیتی متوقف شد آنچه که شما خواستار بودین یا نه؟ میثاق امنیتی از اول معلوم بود که مخالفین و دشمن حساس میسازد و ناامنی ها بیشتر میشه که شد. از تمامی توان خود هم استخبارات بیرونی هم مخالفین استفاده میکنه که کردن. ولی در پولی میثاق امنیتی یک بخش کارهای خوب داشت که دست مخربین، مجرمین جنایی، جنایتکارا یا گرفته شد. کار خوب است، کلی ما شما دو طرف دار بدیم. ولی با زیر نامی، زیر همی چطری، تمام شخصیت هایی که نمیخواستن خوششان نمیامد شامل کرده بودن. تمامی قماندان ها، تمامی شخصیت ها، تمامی آدم های بارسوخ شامل بود. شما ببینید که در پیمان امنیتی بلخ نه گفته میتونن، نه ظاهرم کرده میتونن، از شرم و حیا و خجالتی
نام منم در او درج کرده بودن که 35,000 جریب زمین عطامحمد نور غصب کرده. 35,000 جریب زمین ایره که عوار کنی، متر بکنی، یک ولسوالی هم کرده کلان میشه. این نه در جیب جای میشه، نه در کتابچه یادداشت میشه، نه جایی را برده میشه، نه جای قاچاق میشه. چقدر ببین اطلاع احمقانه. فقط یک شخص بدنام کردن بوده. این خوب شد من خودم میشه، هیچ کس افشا نمیکرد، نمیخواستن، چون شرم بود برایشان، اسناد نیست، چیزی نیست، چیزی وجود نداره. و یعنی بعد از دوسیه زخیم و ایرتان فراموش بکنیم. بعد از واکنشتان کابل آمد که او را عملی کنه در بلخ. بله، یک قسمتش عملی کردن مسئولین از میثاق امنیتی حمایت کردن، ولی مسئولین هوشیار بودن. امو کسایی که مشکل داشت ثبت بوده پیش ارگان کفی امنیتی که اینا جنایت کرده، سر اونا وارد شدن و بعضی ها که مسلح بودن تعهدش گرفتن که خلاف قانون حرکت نکنن یا خلاف ورزی نکنن، این کارا رو اونا کردن. ولی بخشی رو دیدن که مردم های با عزت هستن، صاحب رسوخ هستن، فرماندهان نامدار هستن، شخصیت هایی که به هیچ جرم اینا دست نزدن، اونا را اصلا نه حرفی زدن و نه هم چیزی بهشان احوال کردن. این البته تنها در بخش نه، در کل ولایت بود. مثلا سمنگانه وقتی که لیسه برای ما آوردن، تمامی شخصیت هایی که حرفی به گفتن دارن، قوم دارن، ریشه دارن، خوشنام هستن، در جمله مافیا و زمیندوز و غاصب و امرخمی بودن. نتیجه چی شدن؟ چی نه، اونا مردم هایی که با شخصیت هستن، مردم های قابل احترام هستن، هیچ جرمی در گذشته ندارن و در امروز ندارن. اما خصوصا در بغلان، اما خصوصا در بدخشان، اما خصوصا در قندوز، اما خصوصا در فاریاب سرپل، کل اینا رو ما یادداشت دارم. سفر شما به کابل یک مقدار فضای تقریبا نیمه باورمندانه ای را به مردم شکل داده که لااقل حال یک ساختار تازه شکل میگیره. من مقدمم گفتم و میریم از یک حالت سردرگم و بنبست به طرف صلح. آقای دوست ما آمد و ملاقات ها را ما یه آخر میبینیم خیلی زیاد است. در آخرین دیدار با خلیلزاد چه چیزایی در مورد طرح تازه مطرح شد که ما از یک در دیگه مسرع کنیم؟ خب ما تعدادی از کسها بارها و مکررن با دکتر خلیلزاد و همکارانشون وقتی میشن دیدیم برای تعیین سرنوشت آینده مردم و بیرون رفت کشور از بحران و آوردن صلح و ثبات پایدار بس زیاد داشتیم. این بار سفر آقای خلیلزاد با کمی تفاوت بود، تفاوت داشت و فکر میکنم روی کرد و روش مذاکرات کمی قوی تر میشه، با یک تغییراتی پیش میره. یکی از اون تغییرات یک تیم قوی، ممکن 12 ممکن 15 نفری از رهبرهای دست اول که طرف قضای افغانستان هستند و دیروز بدن امروز هستند، با مجموعه دیگه که لازم است حتما با تفاهم حکومت، یک با اجماعی از کشورهای منطقه زیر چتر ملل متحد یا در رأس با مدیریت ملل متحد، ممکن در یک از کشورها که ترکیه بوده باشه به احتمال بیشتر دایر شوه و بحثا با قوتر پیش بره. در این تاکید وجود داشت که تا آخر ماه عیسوی یا در جریان تا آخر یک ماه ممکن اجماع صورت بگیره، افراد تعیین شوه و این مذاکره باید آغاز شوه. من ایره بخیر میبینم میتونه که را کوتاه بسازه. یکم جزئیات اگه بتونم ساده میتر شما حتما بر شما گفت چی هست همین تر در کار؟ خب میتونم که اجمالا و مختصر در بعضی از موارد اشاره بکنم، چون هنوز پخته نشده، دیدگاه همه طرفا باید این شریک شوه. طبیعی است که این طرح هم از چکیده ها، گفته ها، پیشنهادات رهبرها، شخصیت ها، صنف های مختلف، جامعه مدنی، حکومت، طالبا، از مجموعه دیدگاه اینا جنبندی شده. ولی هنوز هم موارد زیادی است، ممکن موارد بحث قرار بگیره، هنوز خام است، ممکن تغییر بکنه. اما جان این طرحی است که در سه بخش تقسیم شده. یک بخش اصول توافق شده برای قانون اساسی و دولت آینده افغانستان که زیر مجمع داره باشه. بخش دوم توافق بر بالای اداره کشور، کنترل کشور با یک اداره انتقالی با
با یک مدت معین. طبعا توضیح داره، زیر مجمع داره. بخش سوم توافق سر آتش بس دائمی فراگیر افغانستان شمول و نحوه تطبیق آن. بله. زیر مجموعه هر کدامی زیاد از دو گزینه برای نظام آینده در نظر گرفته شده، رئیس جمهور با چندین معاون و گزینه دوم رئیس جمهور با چندین معاون و صدر اعظم با چندین معاون که هر کدامش قابل بحث است. چیزی که بسیار امید بخش از قوای مسلح دست نمیخوره، البته امو ستونش و خود نفس امین نهاد دست نمیخوره، زمینه ادغام در افراد ممکن تغییرات بیاد، بله ولی طالبان بله قوای جنگیشان میتونه ادغام شد در پولی که برنامه ملک سازی هم هست برای جنگجویان گذشته، برنامه اشتغالزا و برای معیشتش برنامه‌ای وجود می‌داشته باشه، کمیسیونی برای آسیب شناسی معلولین، آسیب دیده ها، قربانیان، کمیسیونی برای نوازش بیوه ها، یتیم ها، کمیسیونی برای عدالت انتقالی که حق دیابی صورت بگیره، برای بیجا شدگان عودت با عزت عزتمندانی اونها، حفظ جان و مال و ثروت تمامی اتباعی کشور از خود تا با کلان تا همه. این کمیسیون است. کمیسیون حقوق بشر باقی میمانه. همین کمیسیون حقوق بشر که بر مبنای همین قانون اساسی ما ایجاد شده ولی از طالبان برایشان عضویت ایجاد میشه، عضویت داده میشه. مجلس این حفظ میشه. قبلا سه طرح وجود داشت. یک تعداد یک ارقام معین طالبا موقتا باید حضور داشته باشند در پارلمان، اما قسم هم در مشران جرگه. و گزینه دوم این بود که میتونه پارلمان به مدت حکومت انتقالی برابر تعطیل. گزینه سوم الغایش بود، منحل شدنش بود که طبیعی است که منعیس یک ارزش ایش کس موافق نیست، ولی این بار گزینه منحل شدنش نیست، یا تعطیل یا مشارکت طالب ها. اصلاح با اثر محکمه هست با تمام نهادهای مرکزی و محلیش، ایجاد کمیسیون انتخابات هست، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی هست. مورد مهم آمده که البته حفظ آیا بحث جمهوریت در بخش اول مطرح است؟ حفظ حقوق زن، نه منظور از جمهوریت، من خدمتتون میگم حفظ حقوق زن و حضور پررنگ زنا، اشتراک معنادار زنها در مناصب مختلف حکومتی، حفظ حقوق طفلا، آزادی بیان، داشتن کمیسیون حقوق بشر، این کلش در یک چارچوب است که جمهوری هم اگر جمهوریت هم باشه امیر میخواد. نه این زیر مجموعه قواعد دموکراتیک هست. هست اما بحث جمهوریت باز یک ساختار کاملا متفاوت داره. چیز به نام جمهوریت در این وجود داره؟ شما ببینید که رئیس جمهور در طرح آمده رئیس جمهور با چند معاون، صدر اعظم با چند معاون، پس جمهوریت هست، نفس رئیس جمهور می باشد ولی سر عنوانی که جمهوری اسلامی باشه، امارات اسلامی باشه، طبیعی است که روی میز بحث یک تناقض هم در درون دیده میشه جناب استاد. اگر بحث کمیسیون انتخابات و اصلاح در نهاد انتخاباتی است، خب طبیعی است که انتخابات است و جمهوریت است با تداوم رأی، و اگر نیست باز یک بحث علایده است. این نگرانی اساسی همینجا است که این نقطه هست یا نه، ایرا مذاکره کننده روی میز تصمیم میگیرن، یعنی در دوره انتقالی مذاکره کننده تصمیم میگیرن که نام چی باشه، عنوان، بعد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، تدوین یا تعدیل قانون اساسی که با اشتراک حقوق دانا و دانشمندا و کسایی که مثلا قانون پوه هستن با اشتراک اینای کمیسیون ایجاد میشه و اونا سری بحث میکنن با گرفتن نظریات همه، با جمهور به اصطلاح اشتراک کننده ها یک تصمیم میگرفته میشه. چقدر آینده است؟ چقدر موافق بودین با این طرح آقای خلیلزاد شما؟ خب من معتقد بایستم که اول در یک اجماع به میان بیاد. حکومت و دولت افغانستان یک نهاد
که از خدمات میکنه و کسی نادیده گرفته نمیدونه که هست. با وجود مشکلات زیاد وجود داره، شکایت زیاد وجود داره. ولی بر مبنای قانون نادیده گرفته نمیداریم. حکومت هست. حکومت یعنی به شمول خود دولت، جمع سیاسیون و شریک های بین المللی ما اینا میتونن که سر آینده اول به یک اجماع برسن، دیدگاه خود توحید بکنن، بعد که چیگونه نظام و حکومت بده باشه. برای ما مهمی است که صلح در افغانستان بیاد، صلح پایدار، صلح باثبات، دیگه فرزندان مردم ما کشته نشود. یک تناقض در این ساختار است. حالا بعد از دعوت آقای دوستم از جانب آقای غنی، طبیعت ذهنی آقای دوستم همسو با آقای غنی است و آقای محقق همچنان بیشتر قسم فکر میکنه که رئیس جمهور فکر میکنه و اینا هر نوع حکومتی که در او ادامه قدرت و انتقال قدرت دموکراتیک ساقط شوه مخالفش است. آقای محقق هم گفت، آقای دانش هم گفت. شما با این طرز فکر میاندیشین یا با طرز فکری که تازه آقای خلیزاد در یک حکومت هم شمول مطرح میکنه؟ ما طرز فکر مستقلانی خود داریم و او استوار بر خواستهای مردم افغانستان است. برای من مهمی است که جنگ ختم شوه، ارزش ها حفظ شوه، فرزندان مردم ما دیگه قربانی نشوه. کدام راه نزدیکتر است برای من؟ و اجماع و توافق با همی. یعنی اگر حکومت هم شمول بیاید رای درست‌تر است برات؟ اگر حکومت هم شمول بیاید، توافق همه گرفته شوه و این سبب ختم جنگ شوه، بله یک کاری خوب است. دو نکته در مورد دیدگاه حکومت میگم. همین حکومت و رئیس جمهور در صحبت های خود یک وقت گفت که من به خاطر آوردن صلح قربانی میدم، هر نوع قربانی را حاضر هستم. پس اینجاست که اگر صلح می آمده باشه، رئیس جمهور حاضر است که قبول بکنه نظر به وعده‌اش. یک. دو، گفتار بعدیش کمی مغایرت دارد. گفتم سوار بر قانون اساسی است، من اونجا حرفی ندارم. گفتن که هیچگاه دولت و مقت و انتقالی را قبول ندارم و فقط مطابق قانون قدرت از طریق ورای دموکراتیک و انتخابات انتقال شود. این سوال بر اساس قانون اساسی است که قابل انتقاد برای من نیست. ولی زمانی که شرایط افغانستان و وضعیت بیرونی افغانستان ایجاب میکنه که با اجماع کلی داخلی سیاسی افغانستان و ملی افغانستان، با اجماعی که کشورهای منطقه همسایه با میان میاد، با زیر چتر ملل متحد او هم خانه همینطور یک به اصطلاح ساختار جدید بوده باشه که به جنگ نقطه پایان گذاشته میشه و خون دیگه جوی خون دیگه در افغانستان جاری نمیشه، ارزش ها حفظ میشه، وحدت ملی هم تمثیل میشه، این کار خوب است. بس آیا با در گفتگو با آقای محب روی مسائل صحبت شد؟ خواست مشخص اونو چی بوده شما؟ سر سال مثلا کم صحبت کردیم که حتما بازی دوام می داشته باشه و دیدگاه آقای محب، دیدگاه اکثریتی که من میبینم برای سال تاکید میکنن تا دستاورد زیر سوال نره، برگشت یک جانبه طالبان نبوده باشه، برگشت امارت نبوده باشه، دموکراسی، آزادی بیان، حضور پررنگ و معنادار زنها زیر سوال نره که خواسته کلگی ماست. در این صحبت ها شما دریافتین که یک عقب نشینی در موضع ارک هست نسبت به اینکه انتقال دموکراتیک نیست، یک انتقال زودنگام؟ خب یه خود رئیس جمهور هم در بعضی صحبت ها و مواردی که لازم بوده با حیات ها و میمان ها گفتن که حتی انتخابات زودنگام قبول دارن و عمر دولت کمی کوتاه‌تر هم ساختن تا 1.5 سال و تا 1 سال و تا 6 ماه. البته منام پیشنهاد خود دارن طبعا. این پاسخ اجماع عمومی میتونه بگه که بالاخره در کدام نقطه ما میتونیم ملاقات های شما جمع میشیم، توافق میکنیم و منافع ملی در اونجا رعایت. جناب استاد، ملاقات های اخیر شما با شخصیت های مختلف سیاسی، رهبرای سیاسی چی را نشان داده؟ اجماع به کدام سمت میره؟ بیشتر به سمت همسو با آقای غنی یا با طرحی که آقای خلیزاد به خود آورده؟ اجماع، اگر چی من طرفداری هستم که شخصیت های سیاسی توأم با حکومت، یک جا با حکومت، همراه با حکومت پیش برن. پیشتر عرض کردم که حکومت یا دولت چی بخوایم چی نخوایم، شخص خودم هم انتقاد دارم، مشکل که ایشان دارم،
یک نهاد قانونمند هست از طریقی که به میان آمده و جایگاه خود داره. تفاهم مشترک حکومت و سیاسیون میتونه که راه را کوتاه بسازه و جنگ ختم بکنه، صلح پایدار به میان بیاد و مردم به مراد خود برسه و دیگه فرزندان اینا قربانی نشوند. بخش دیگه سیاسیون که ما بحث میکنیم برای ما معیار ختم جنگ، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی است. یک جمله خیلی عام است و ما را نمیتونه به اون نتیجه برسه. طبیعی است که ملاقات ها به این خاطر نیست که ما به اگرای برسیم که ختم جنگ، خب میکانیزم های رسیدن به او را حتما در این بحث ها مطرح میشه. سر میکانیزم هایش برای بس کرده؟ این میکانیزم ها جزی تر هست که آقای خلیزاد بر خود آورده. یک هیئت رهبری باید شکل بگیره که باز باید بره برای انقره برای بس. روی از این ساختار ها صحبت شده؟ آقای خلیزاد طرحی از جانب امریکا نداره. امریکا میخواهد که یک سال به افغانستان بیاید به اتفاق کل خود افغان ها و اینا بین خود به توافق برسن، به تفاهم برسن و قبل از اینکه به توافق برسن و امنیت تامین میشه، صلح میآید، کشیدن قواشان غیر مسئولانه است. اینا تاکید به این دارن، فشار به همه طرف ها وارد میکنن، هم بالای سیاسیون، هم بالای حکومت، هم بالای طالبان، که زودتر به توافق برسن که بعد تصمیم خروج قوای خود اینا رو دست بگیرن. اینا میخوان که راه را کوتاه بسازن و مومد برنامه و روند صلح واقع شد. این طرح در رسانه درس کرده باید؟ طرح از خود مردم افغانستان است. طرح از سیاسیون است، طرح از احزاب سیاسی است، طرح از طالبا هست، طرح از جامعه مدنی است، طرح از چهره ها و شخصیت هایی که با ایشان دیده شده و از چکیده های نظریات امین هاست که جمع شده یک جای به این شکل بسیم استاد که آیا کدام چتر مبتنی بر راهی که تازه قرار است در انقره برین جور شده از شخصیت های سیاسی که اینا یک چتر جمع کنه با اون اعضای حیات؟ میخواییم را بگویم در طرح و یا رویکرد فعلی همی است که جمعی از رهبرها اجماع با میان بیاید، به شمول حکومت چند نفر انتخاب شوند، برن به مذاکره. این مکانیزم زیر بحث است که انفرادی باشه، از طریق نیادها باشه، از طریق حکومت باشه، از طریق کمیته رهبری شورای عالی مصالحه بوده باشه. این موارد است که زیر بحث قرار دارد. قرار بود که از آدرس جمعیت شما امیر اسماعیل خان و صلاح الدین ربانی شامل ساخته شوین، در حالی که آقای قانونی قبلا وارد شده در این بحث. فکر میکنین که بحث ها وجود داشته که یک چتر کلانتر با تعداد زیاد از اعضای جمعیت باشد؟ این موردی که تعداد رهبرات این شامل برن مذاکره مستقیم با طالب ها یک جای مذاکره بکنن حرف بسیار نواز. در گذشته ها یک نشست های 5-6 نفره ارگ داشت که او از نظر قومی و ترکیب قومی عادلانه نبود، سوالات و انگیزه های منفی را ایجاد کرد. بعد در آخرین مجلسشان از جناب قانیس و خلیصاب دعوه صورت گرفت که به اصطلاح اولین بحثی بود که چی باید کرد در مورد سال و در مورد تشکیل امین نشست، که در اونجا نظریات ارائه شده، گفته شدن که این نشست خوب است ولی ناقص است و کمبود است، چهره های باید بیان و وارد شوند، که در اونجا کسایی که حاضر نبودن اونا برای مطرح شدن که بیان حضور داشته باشن، به شمول امیر صاحب اسماعیل خان. چهره هایی که در افغانستان پایگاه داره، نفوذ داره، از جهاد تا مقاومت بودن، از مقاومت تا این دمی دوره دو دهه حضور داشتن و طرف اصلی طالبان هستند، کی میتونه اینا رو نادیده بگیره؟ طبیعی است که اینا باید حضور داشته باشن. چی پیش بینی است برای ایجاد سقف؟ احتمال داره که تا یک ماه رو تکمیل کنین شما؟ آرزو همی است که هر چه زودتر باید کار صورت بگیره. کجای کار با فکردان مشکل داره برای سقف؟ انتخاب شاید علاقه من زیاد بوده باشه که بعد 12 نفر یا 15 نفری محدود شوه و ترکیب حضور قومی هم رعایت شوه، ممکنه که مشکل باشه. کی باید رفتار کنه؟ خودی نمیا با هم باید بشینن. خودی بزرگا باشه مولی فکر میکنین خود بزرگا قابلیت تزیر داشته باشن که بتوانند 12 نفر رو فیلتر کنن؟ اگر فوزون خیلی اگر فوزون خواهی نکنن بله، اگر دلشان به وطن بسوزه بله، اگر تنها برای خودشان چیزی بخواید طبعا مشکل زاست. از آدرس جمعیت چند نفر خواهد بود؟
اگر جمعیت هم محاسبه بکنیم یک حزب بسیار قدرتمند و از نظر قومی افغانستان شمول است. اگر از نظر تاجیک ها بگوییم هم یک قوم بسیار بزرگ افغانستان است، به متناسب قومش ما میخواییم که حضور داشته باشند و اقوام دیگیری هم در جمعیت نه چند نفر خود از جمعیت این را پیش بینی کردن نمیتونیم باید بس بکنیم. ببینید سه چهار نفر باید اول باشه؟ سقف، اول سقف معین شد. شما 12 نفر گفتید. 12 الی 15 را فعلا ما پیش بینی میکنیم. بله. این میتونه که خب کم شد و میتونه که زیاد شد. 15 نفر. در 15 نفر چند نفر باید از جمعیت باشد؟ شما. در 15 نفر جمعیت 4 الی 5 باید باشد. حالا عین ادای بزرگ بودن آقای حکمتیار هم داره. بس قوم پشتون و تاجک و ازبک و هزاره. خب آقای حکمتیار رو میماریم با خودش و دوستم هم شد. آقای حکمتیار رو میماریم با خودش و حرفایش همیشه عزیز پیش کده کلان است. جد بحث نمیکنه، در وقت آدم کلان است برشان احترام میکنه، ولی نیش زبان همیشه داره برشان احترام میکنیم. آدم کلان است جانور دوستم، برای از یک قوم کلان نمایندگی میکنه، با وجودی که یک بخش کلان است. برادرای ترکمن ما، برادرای ازبک ما عضویت جمعیت دارن، داشتن و دارن و بعد از یام میداشته باشن. پس 15 نفر از جمعیت و جنبش نهایتاً یک خب بزنید. اگر او تا اگر ما مثلا جمعیت بخواهیم که از هر قومی رو که خود داره باید این مذاکره بده باشه، خب بس حزبی است، عملی نیست دیگه. بس حزبی است، حزب میتونه که چند نفر چقدر رئیس جمهور نقش خود داشت استاد؟ مثل همیشه که اعضا رو فیلتر کردن، دایی هم نقش داره یا نه؟ رئیس جمهور خود طبعا موقف قانونی ریاست جمهوری داره و قانون به او صلاحیتای را داده، میتونه که از اون موقف خود برای خیر افغانستان استفاده بکنه. دیدگاهش باید عادلانه بوده باشه. اگر رئیس جمهور هم اضافه از صلاحیت خود کار بکنه بگیره، یا خود رئیس جمهور فزون خواهی بکنه، طبیعی است که باز برای مجموعه مردم افغانستان قابل قبول نمی باشه. امیدوار هستم که رئیس جمهور مطابق وعده خودش که برای سال قربانی میته خود گذریه را ده. آنچه که بیرون شده رئیس جمهور با دو معاونش شاملی لست خواهد بود، درست است؟ ما استقبال میکنیم اگر باشن. بسیار تشکر. ما استقبال میکنیم. رای انقره تا حد رای متفاوتر است نسبت به رای دوحه و یک مقدار خوشبینی به دلیل از اینکه در این ساختار رهبرای سیاسی خودشان مستقیم وارد بحث میشن و با صلاحیت های گسترده تر و تصمیم گیری قاطع تر. بحث دوحه چی خواهد شد؟ راه یک سال دوحه چی خواهد شد و نهایتاً سناریوی را که طالبا از طریق دوحه یا حکومت از طریق دوحه داره به کجا خواهد رسید و تاثیرگذاری این رای نو بر شورای عالی مصالحه به عنوان یک نهاد کلان چی خواهد بود؟ یک وقفه کوتاه زود برگردیم. دوباره خوش آمدین. بحث دوحه محکوم به شکست است جناب استاد کاملا؟ دوحه شکست نخورده. دوحه هدف به آخر رسانده نتانست و او هم روی ملاحظاتی که طالب ها داشتن. یک دو دوحه تیمش خوب درخشید و خوب نمایندگی کردن، ولی صلاحیت تصمیم دهی را نداشتن. دوحه هنوز باقی است. ما فکر میکنم که این تیم برای روند دوحه مهمت واقع میشه. دوحه میتونه که باقی مانده مذاکرات ادامه بتن، دوحه میتونه که نقش دانش ها را ایفا بکنن، منشی تیم تفاهم کار بکنن، منشی تیم تکنیکی کار بکنن. چقدر ممکن است سطح رهبری باز دیگه اعضای غیر قابل صلاحیت جای داشته باشن فکر میکنم؟ شما ببینید اعضای رهبری نمیتونن که باز با تمام فیصله‌ای را که سر بحث میکنن باز با فروعات هم برن، با جزئیات هم باز برن. میشه که در کلیات راه را نزدیک کنند، از آی رهبری به توافق برسند، بقیه مذاکرات باز هم تیم دوحه باید پیش برد. پس این راه تسهیل کننده رای دوحه است؟ برای دوحه است، برای راه را نزدیک کردن و بحث دوحه هنوز پاور جا است. خلبت دیدگاه ما است که دوحه باید کار خود پیش برد. منظورم از کانسپت تازی است که ولی شکل گرفته. دوحه باید کار خود پیش ببرد. فعلا دیدگاه هم همی است که بنده میخواد اینا پیش ببرن و اگر رهبری میرن وارد مذاکره میشه، بقیه مذاکرات برای جزئیات برنامه، برای تکمیل آنچه که فیصله میشه، برای بحث های تکنیکی مذاکرات، اینا میتونه دوام بده. در حال که شما معتقد هستین که دوحه صلاحیت نداره، ادامه کار برای چی؟
خب اینا صلاحیتی گفتیم فیصله را دو هر تیمش نداشت، باید هر لحظه هدایت میگرفتن. اینا باید کارای تکنیکی کنن. اما اینجا با موافقه حکومت وقتی یک تیم جور میشه و سطح رهبری میرن فیصله میکنن، با جزئیات و فروعات اینا باید بشینن کار بکنن سرش. با طالبا در قطر. در قطر در هر جای دیگه که موافقه میشه و توافق شده. چه فکر میکنین که رئیس جمهور اجازه بده که ساختار شکل بگیره که علیه حکومت تصمیم بگیره، مخصوصا برای عزل یا برای ساقط بودن ادامه کار رئیس جمهور؟ اگر فیصله باشه که حکومت دوام کنه تا آخر روزش، خویی بسای طولانی وقت زیاد داریم که باز بس شده برای او. تصور چی هست؟ تا چند سال بعد که او عملی نیست، کشتار زیاد میشه، وضعیت بسیار بد میشه. من میاله تشویشی را دارم که با آمدن بهار، پیش از اگر توافق صورت بگیره بهار بیایه، پیش از اینکه حداقل سر کاهشی که خشونت و آتش بر به صورت بگیره بهار بیایه، شما شاهد جنگای خونین و خونریزی بسیار کلان میباشین. این مهم است که برای مردم افغانستان پیام خوب برای آرامش خاطرشان، ختم جنگ، کشتنشان فرزندانشان داشته باشیم. اگر پروسه صلح همین است، با دخیل بودن نظر حکومت آنچه به میان میآید که به خیر افغانستان تمام شود و بدون یک روند جدید و بدون یک روش و راهکار جدید، بدون اینکه یک خودگذری هایی را همه طرف ها نپذیره، صلح امکان پذیر نیست. اگر بخواهیم که صلح به میان بیاید، یک چیز نو هم باید قبول. چند روزه که در کابل بودین، جناب استاد ما رهبرای سیاسی دیدین، باقی خلیزاد دیدین، تصور میکنین که رئیس جمهور وقت خود تکمیل کنه یا قبل از او تصمیمات کلان اتخاذ خواهد شد؟ من روز با جناب رئیس جمهور ندیدیم که مشخص خودم برداشت کنم از دیدگاهشان، ولی برداشتی که دوستا داشتن و مهمانا داشتن، رئیس جمهور نسبت به هر بار دیگر و یا صحبت های گذشته نرمتر و انعطاف‌پذیرتر بوده. یعنی آماده است که تا تکمیل دنیمرا تصمیم بگیره به راه جدید؟ خب ادمان اونام تره می داشته باشه، خواسته می داشته باشه، دیدگاهی می داشته باشه که دیدگاه شاستاستا شاید با آقای خلیزاد شریک کرده باشه، ولی من در جریان نیست. شما یک ساختار دیگه هم دارین به نام شورای عالی مصالحه، عضو از وام هستین و این ساختار حداقل درون یک اجماع فکری نداره، یک زبان مشترک نداره. فکر میکنین که این نهاد یک نهاد به درد بخور است؟ چیز تانسته در تبود اصول؟ من معتقد بیستم که شورای رهبری یا کمیته رهبری شورای سال تقریبا زبان مشترک دارن که همیشن صلح میخوان، ولی از این موقع باید استفاده شود و بیشتر کار شود. دکتر سرالله باید بیشتر فعال باشه. شما قبلا از حکومت موقت و چون این حرفا هم صحبت کرده بود این جناب استاد و حکومت یک طرز دیگه داشت، در درون بین اعضا بین شما و آقای صالح یک جدال دیگه وجود داشت. فکر میکنین که چقدر در درون زبان مشترک است، یک قسمت حکومتی یک قسمت از اپوزیسیون؟ یکی خوب مخالفت های سیاسی است، دو مشکلات سر قوی است، سه تغییر دیدگاه وجود می داشته باشه و یکی منافع اولیای کشور، منافع ملی کشور و خیر ملت است. وقتی که در اینجا خیر کشور و منافع ملی و مردمی ما مطرح می باشه، ما با می طرف باز هستیم. فکر میکنین که منافع ملی در این طرف است، در درون حکومت است؟ منافع ملی ختم جنگ است. منافع ملی صلح پایدار. ختم جنگ یک واژه خیلی است. گفتم میایم بهتون. منافع ملی ختم جنگ است. منافع ملی صلح پایدار است. منافع ملی وحدت ملی است. منافع ملی در یک روند، در یک آینه قدرت همه اقوام، همه طرف ها، همه جریان ها خود ببینه در آینه قدرت. در قدرت و سلطنت خود شریک ببینه. همه قوم وقتی که خود در یک دایره قدرت و سلطنت میبینه، خودش سبب ختم جنگ میشه. سبب اختلاف، رفع اختلافات میشه. هر نوع سربازگیری دیگه منتفی میباشه علیه نظام و علیه حکومت هایی که میخواه خدمت بکنه، از خدمات پیشکش کنه به ملت. زمانی که عدالت تامین نبوده باشه، بر اساس شعای حضوری هر قوم برش حق داده نشه، در اون نظام و حکومت خود نبینه، او دیگه خدمت کردن و تایید کردن به این نظام برای خود برای بیمنی میبینه
و به اصطلاح چیزی را با بانداختن از دیگه. ما طرفدار وحدت ملی، مشارکت واقعی ملی، حضور همه اقوام در ساختار حکومت و نظام با شریک بودن در قدرت و سرعت. همه اقوام حضور دارن. عادلان است. ارگ ادا داره که همه جست داره. خب اگر بحث سری حکومت بکنیم تا شام ولی مخواه بحث بکنیم نواقص بسار زیاد داره. بحث مصر ادامه حکومت یا ما به یک کلمه ساقط سقوط حکومت در یک قسمت را به یک جمله برتاخیم. اگر بحث سر نواقص و عدم وحدت ملی، نبود عدالت اجتماعی، توهین بعضی اقوام اگر بحث بکنیم تا شام مطالبی هست که بحث میشه، ولی یعنی سر سال زیاد متمرکز شد. یعنی از دید شما جناب استاد روی کرد حکومت تغییر کرده، روی کرده رئیس جمهور تغییر کرده و شما یک امید را برای ادامه کار داری طرف هم میبینین؟ بله، به می سفر شنیدیم که رئیس جمهور انعطاف زیاد نشان داده. سه کار که حداقل شما حس کنین که یک چیز برای سال کردین از مجرای شورای عالی مصالحه نام ببرین که دم یک سال آخر کرده باشه. ما طرح ما قوی به این بود که کمیته شورای رهبری باید بالاخره فعال شود، افتتاح شود که شد. یک، ما سر طرح صلح کار کردیم که بهترین طرح داریم. چی است؟ و طرح صلح چی است؟ جزئیاتی تر او دیگه شامل 200 صفحه هست. شورای عالی مصالحه اعلان نکرده؟ شورای عالی مصالحه خود تانوس کمیته های خود تانوس تکمیل نکردم. ما همی سه کار را که شما با عنوان عضو شریک ساخته بودم، شما با عنوان عضو رهبری شورای عالی مصالحه از مجرای یک نهاد به نام شورای عالی مصالحه نام برین، نه از خود که شورای عالی مصالحه با عنوان شما یک نهاد شورای عالی مصالحه میگید. بله، از با عنوان یک نهاد یک کار سه کار کرد. اونم یک کار جمعی ما که افتتاح کمیته شورای رهبری بده. بعد از اون و بعد از اون ما هیچ کاری نکردیم. اگه دکتر صاحب عبدالله با تیمش کار کرده باشه، جلسات زیاد داشتن، من نبودم. پس فکر میکنین من نبودم چه کاری کرده باشن؟ با ساختار ذهنی تازه دیگه شورای عالی مصالحه جای داشته باشه یا نه؟ شورای عالی مصالحه خو یک میاد پذیرفته شده، یک میاد است که استقامت کاریش همین است. همه این کارا که صورت میگیره برای تقویه شورای مصالحه ملی است. هر کار بیرون از شوکات مصالحه شورای مصالحه ملی فکر میکنم که بازو چالش خواهد. اگر اعضای رهبری برای نشست انقره شکل میگیره که شما گفتین تا بالا را تحت مدیریت آقای عبدالله در شورای مصالحه خواهد بود یا نه یک چتر مستقل؟ ای خب پیشتر مرز کردم که پیشنهاد است که امی اعضا انفرادی انتخاب شود، از طریق نیادها انتخاب شود، از طریق جریانها انتخاب شود، از طریق حکومت انتخاب شود یا از طریق شورای مصالحه ملی. من فکر میکنم که از طریق شورای عالی مصالحه ملی با تفاهم حکومت با حضور خود شخصیت های سیاسی انتخاب شود بهتر است. پس درست نقش شورای مصالحه ملی اینجا افس میشه. پس درست آقای عبدالله همچنان حضور خواهد داشت؟ باید باشه و باید باشه. تیمی که تشکیل میشه در رأس مذاکره باشن، در رأس ایجاد تیم با تفاهم حکومت باید دیدگاه و نظر رئیس شورای مصالحه بوده باشد. در کل و اکثریتی کسا که انتخاب شد ما مطمئن هستیم که از کمیته شورای رهبری انتخاب میشه. در کل چقدر فضا فکر میکنین که به مسیر میره که مردم یک نتیجه زود انگام میخواه بگیرن؟ خب بزود پیش از پیش روزایی که گذشت کارهای صورت گرفت، تلاشهای صورت گرفت. البته ما تلاش های زیادی در رابطه کردیم، دیدارهای زیادی با دوستان خود داشتیم، با طالب ها داشتیم، تشویقشان کردیم، با شریک های بین‌المللی ما داشتیم، با بیرون داشتیم، با داخل داشتیم، این کارها را زیاد کردیم. اما آل امید بیشتر شده، یک روزنه امید باز شده که چون امریکا یا اروپا یا ناتو متحدینشان اینا هم جدی هستن، ملل متحد هم جدی هستن، کشورهای منطقه هم علاقه دارن به پیامده امی دیدگاه فعلی و سیاسیون هم به یک نوی علاقه گرفتن که راه کوتاه‌تر شود و به نتیجه خوبتر برسیم. فکر می‌کنید این رای انقره یک رای محض آمریکایی است یا نیاز برای داخل شدن منطقه هم در ارتباط هست؟ من فکر می‌کنم که به سطح بلند آغاز مذاکره به انقره یک جایی است که اساسیت برانگیز به بسیار کشورها نیست. ترکیه یک کشوری است که رابطش با اکثریت از کشورها بد نیست، خوب است. یک، دو، ای که زیر چتر ملل متحد این مذاکره صورت میگیره، راه برای اشتراک ایران، جمهوری اسلامی ایران هم
باز میشه. این دو. سه، اینکه در انقره اجماع منطقه‌ای صورت میگیره، یعنی تمامی کشورهای همسایه، قبلا شاید جمع دو مثال بود، امروز همه کشورهای فعال منطقه به شمول همسایه میرن اشتراک میکنن و یک تضمینی برای صلح افغانستان میتن یا سهولت میارن یا کمک میکنن، حمایت میکنن. این یک دید بسیار خوبی است، را ما کوتاه میبینم. فکر میکنن که کشورهایی که با امریکا در اینجا مخالفت دارن، اگر تصور کنن که یک طرح آمریکایی در حال اجرا است، بتانه باستاب مثل بن اول داشته باشه یا نه؟ چون هنوز بحث ایران با امریکا یک بحث خیلی جدی است، بحث روس با امریکا یک بحث جدی است و همسانسازی طرح انقره با بن اول نیازمند یک صورت عمل صد منطقه هم هست. این دور با دوره بن فرق میکنه. اون شست بن تقریبا جبهه مقاومت یک دست بودن، از هر قوم از هر حزبی که بود یک دست بودن و در اصلش استاد شهید و بازی های زیادی دیگه وجود نداشت که حقیقی چه خیلی و طالب هم هم وقت اشتباه شد که طالب هم کاش که اونجا شامل میکردن. ولی این بار حکومت موجود مطرح هست، طرف طالب هم مطرح هست، سیاسیون جامعه مدنی مطرح هست، حوزه جهاد و مقاومت مطرح هست، دیدگاه کشورهای منطقه در اون دور بدون مخالفت هیچ یک کشوری، حتی با شمول خود پاکستان که زاده طالبا بودن، بدون هیچ نوع مخالفت در سطح منطقه، ایران با همون مشکلاتی که با امریکا داشت همه یک دیدگاه داشتن، توحید دیدگاه وجود داشت. این بار ملاحظات وجود داره، باید از روش و رویکرد استفاده شود که ایران ملاحظه نداشته باشه، حضور خود در تصمیم گیری ببینن، منافع خود در خطر نبینه. پاکستان هم قسم، بقیه کشورهای آسیا میانه هم قسم، چین منیش یک کشور خودران من هم بطور، روسیه هم قسم. این از همه مهمتر که با پاکستان مشکل خود داره. اما قسمه که پاکستان میخواه که نقش کلان داشته باشه، اما قسم هند میخواه که نقش ضعیف نداشته باشه. و پاکستان نقش بالاتر سرید، به اصلا دست بالاتر سرید، این نداشته باشه. اینا کلش منافع کشورها هست که در افغانستان منافعشان تأمین شود، البته از رای مشروع و رمام طرف درسته، نه از رای جنگای نیابتی. یک موارد خوبی دیگه هم آمده که افغانستان هیچ گروه دهشت افغان و افراطی و جنگجو را جای نمیده به خود. از افغانستان هیچ کشوری همسایه و کشوری بیرونی صدمه نمیبینه. افغانستان اما متحد با غیر منسلک بوده، عدم عضوی عدم انسلاک بودن خود افس میکنه. افغانستان با تمام میثاق‌ها و تعهداتی که با ملل متحد میداشته باشه او را حفظ میکنه. این مشمول همی طرح انگلیسی است که آقای خلیزاد بخواد طرح است که همه سر او کار کردیم و فعلا به اقامت تبدیل شده. حالا با ادایی که شما میگینی طرح همه کار کردن و با انعکاسی که طرح آمریکایی است و پیش آقای خلیزاد بود، تصورات هم در سطح منطقه است. شما از یک ساختار مشترک منافع منطقه‌ای هم صحبت کردین. طبیعی است که جنگ اول اون از همو جریشه میگیره، سطح منطقه است تا بیشتر بازیگرای داخل. برای مجاب ساختن ایران چی باید چه از ما ایره؟ با صراحت میگم که طرح آمریکایی نیست. با صراحت میگم که این طرح از جمع افکار و چکیده‌های دیدگاه افغان‌ها گرفته شده. با صراحت میگیم که امریکا هم در این طرف داره. امی دورق کی جمع بندی کرد؟ امی در کلش ما سرش کار کردیم. شما مشترک با آقای خلیزاد شدین؟ خب با بعضی دوستا کار کردیم، یعنی حداقل دیدگاه خود دادم که وارد هم شده. یعنی دیدگاه شما شاملی تر است. شامل است بله. امی که ایران بیرون نمانه تاکید همین ما بوده. امی که پاکستان و هند مشکلشان حل باشه و اردوشان منافع خود ببینن، هیچ کدامشان از حضور یک دیگر خود تهدید احساس نکنه، امی تری همه ما هست. منافع از اینا رو چشم شما جای دادین؟ یعنی چی منافعشان؟ یعنی چی؟ خب منافع تجارت هست، اقتصاد هست، سرمایه گذاری هست، ترانزیت هست، برق هست، انرژی هست، گاز هست، ارتباطات فرهنگی هست، روابط دوستانی، دیپلماتیک هست، اینا کلش منافع است. خصوصا خود امروز مسائل اقتصاد، داد و ستد و تجارت، سرمایه گذاری، معادن، اینا کلش منافع است. ولی بعضی ها منافع را از راه جنگ نیابتی میخوان دسترسی پیدا بکنن. یک. دو،
مشکل ایران و امریکایی است که امریکا ایران مشکل داره با ایران. هر تصمیمی امریکا را در افغانستان ایران برای خود مشکل زا میبینن که برای ما بیشتر در آینده منافع ایران تهدید نشود. پاکستان تشویشی را داره که هندوستان منیس عمق استراتژیک از افغانستان علیه پاکستان استفاده نکند، حضور گسترده و قوی نداشته باشه. اما قسم هند میخواد که افغانستان به دست پاکستان نباشه، صوبه پنجم پاکستان نشوه، سیاست خارجی افغانستان الهام گرنده از پاکستان نبوده باشه. که وقت از ما منیس کشور مستقل هم روابط خود با هند داشته باشیم، روابط دوستانه خود با مبتنی بر منافع خود هم با پاکستان داشته باشیم، با سایر کشورهای دیگر. ولی هیچگاه منافع کشوری را توسط کشوری باید تهدید زمینی تهدیدش مساعد نسازیم. ما در ارتباط با قسمت های خیلی خوشبینانه که لااقل از آدرس کابل صحبت خیلی دامدار کردیم و حداقل میکانیزما و فاکتورهایی که میتونه ما را به نقطه برسانم صحبت شد. اما میمونه بحث طالبا که چقدر طالبا با مجموعه ساختار ذهنی که شما میگین از ما است و در این کانسپت شامل است توافق میکنن، چون دو چیزی که بسیار زیاد اونا سرش تاکید میکنن خروج نظامی آمریکایی در می است و بحث آزادی افتزار زندانی. اگر گیریم طالبا قبول کنن و همین منطبق به همین بحث بیان به انقره، اما ساختار جمهوریت یا واژه به نام جمهوریت در مدل نظام گنجانیده نشه، فکر میکنین برای پایان ماجرا شما طرفدار از او باشین وزیرش امضا کنین یا نه؟ زحمت که آقای خلیلزاد کشیده ما او را به دیدی قدر و تحسین میبینم. بسیاری ها فکر میکنن که سلسله خلیلزادی است، سلسله دکتر خلیلزاد گویا تحمید میکنه، ولی دکتر خلیلزاد فرد دیده نظریاتشان را جمع کرده. امید تحریر که گویا اینا جمع بردی کرده و خلیلزاد آورده به عرق داده و مصالحه داده شورای عالی صلح داده، این می از مجمع دیدگاه افغان ها جمع آوری شده داده شده، حتی دیدگاه قسمت دیدگاه خود طالب ها. در این نکته باریکی که شما اشاره کردین، برای ما حفظ دستاورد و ارزش مهم است، برای ما امنیت مهم است. ای که در آخر امر جنگ قطع شوه، صلح بیایه، اقتصاد رشد کنه، زندگی مردم آرام باشه، دختر و بچه‌ش آرام مکتب بخونه، دیگه کشته نشوه، در کابل مردم مظلومش زنده مانند یک تصادف فکر نکنه و هر لحظه که کشته میشن بیچاره شهید میشن. اگر امید تو یک چیزی به میان بیاید که به خیر ملت ماست، ما با پای او امضا میکنم، نامش هر چیز باشه فرق نداره. آخرین پرسش، فکر میکنم که در آخرین لحظات برنامه هستیم، چی چالش هایی را برای تطبیق طرح میبینین؟ لااقل اگر خیلی هم بدبینانه فکر نکنیم، چیزایی که شما را نگران میسازه برای رسیدن به این چیز پایان ماجرا. اول خود تفاهم سر یعنی که تیمی رهبری اجازه شود برن مذاکرات شروع بکنن. ممکن کمی چالش زمیان بوده باشه، ال کمتر. یک دو، قناعت حکومت، رضایت حکومت، رعایت منافع اینا قد من چالش زاست. شما گفتین حکومت خانه شده گفتم که انعطاف پذیر شده نسبت به هر دفعه دیگه متوجه سنسان. نیاز است که بحث شده نیاز است بحث زیاد. اونا دیدگاه خود دارن، اونا تره خود دارن، اونا ملاحظات خود دارن. مسئله جمهوریت و امارت مطرح هست، چیگونگی روند آینده مطرح هست، رفتن تا انتخابات، تا ختم حکومت بعد از انتخابات یا پیش از او، یا انتخابات پیش از وقت، یا چیگونه حکومت، چیگونه شراکت اینا، یا کلش یک بحث است که حکومت پیش خود این دیدگاه را دارد. یا ممکن یک چالش باشه تا ای که به توافق میرسیم. رضایت کشورهای منطقه چالش بسیار عمده است. ما اگر کشورهای را بیرون ببانیم از توافق، به توافقم برسیم، جنگ نیابتی خونین ادامه پیدا میکنه. بسیار تشکر. بسیار لطف کردین. ممنون. بسیار تشکر. شما بینده عزیز که تو این بحث رو دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.